بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین اکبری هستم، رئیس سازمان فرصت ها برای رشد دهات، و ما در واقع تیمی که اینجا ایجاد شدن همه ایشان محصلین است و تعداد کسایی هم است که در پروگرام های مختلف قبلا اشتراک کردن و تجربیات خوب را به خاطر ارتقای ظرفیت و چیزایی که آموختن و آمادگی از آن دارن که به صورت داوطلبانه یا ولنتیر برای جوانای افغانستان، برای قشری که در واقع امید این جامعه ای وطن است، اینا پروگرام های مختلف را بتانیم برای ازنا چیزایی که آموختیم و برای ازنا انتقال بتیم. و ای که چرا ما این کنفرانس ها را دایر میکنیم، شاید پروگرام های مختلف باشه، عناوین مختلف باشه، ولی دلیل از اینکه این پروگرام چرا در افغانستان رایج شد و چرا از این استفاده خوب شود، دلیل عمده ای است که ما میخواهیم داوطلبانه کار رضاکارانه را برای جوانان ترویج بکنیم، و از طرف دیگر جوانایی که مثلا فارغ تحصیل میشن یا دوره تحصیلشان است، اینا بتوانند از این پروگرام ها به صورت عملی مستفید شوند. و این پروگرام در واقع تحت عنوان کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل متحد رومی در مزار شریف برای اولین بار است که برگزار میشه، و متقاضی که ما از مزار شریف داشتیم، از ولایات مختلف داشتیم، حدود نزدیک به 2000 نفر به صورت آنلاین اپلای کرده بودند، و ما ضرورت داشتیم که اینا 200 نفرشان را جذب کنیم، و از بین 2000 نفر تقریبا ما 200 نفرشان را انتخاب کردیم به حیث نماینده کشورهای مختلف. اینا در 5 کمیته تقسیم میشن و آجندایشان مشخص است، و اینا روی آجندای مشخص به حیث همون نماینده هر کشور که انتخاب شدن اینا بحث میکنن، و بعد از اینکه بحث کردن روی همون آجندا اینا یک قطعنامه دارن در نهایت، و یک قطعنامه دیگه در کل از 5 کمیته تهیه میشه و یک درخط میشن، یک احتمالاً که ما یک پرس کنفرانس داشته باشیم که نتیجه زحمات محصلینی که در اینجا تا چند روز اینا جمع شدن و چی نتایج را از این آجنده های مشخص گرفتن که خدمت رسانا و مردم شریف افغانستان و جامعه ملل متحد اینا ارائه بکنن. چرا این نیاز احساس؟ بسیار سوال خوب بود. دلیلی بود که جوانای ما همشان که زمان که فارغ می شدن اولین کار که میکردن در فیسبوک نوشتن میکردن که ما به جمع بیکارا اضافه شدیم. ما میگیم نه، شما به جمع بیکارا اضافه نشدین، چیزی که آموختین شما یال امو آموختایتان شریک بکنین تحت عناوین مختلف. خب دلیل دیگه ای که مثلا از دانشگاه یا پنتون ها در سال ما اگر در نظر بگیریم از 2 پنتون به تعداد کارمندای دولت اینا فارغ میشن، پس بقیهشون چیکار بکنن؟ ما بتانیم این زمین فرصت از زمین پروگراما و از زمین آجندایی که اینجا در نظر گرفته شده اینا استفاده بکنن، از اینجا که اینا ما نتایج قبلی هم داشتیم از پروگرامی که قبلا در کابل داشتیم، اینا خودشان ای علاقه را پیدا کردن که رفتن به نحوی از پروگرام های مختلف خودشان ایجاد کردن و بخش خصوصی را آوردن که واقعا ما در دولت اگر جذب نمیشیم خود ما هم توانایی از این داریم که یک تیم ایجاد بکنیم، پروگرام های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مواردی که ضرورت است برای معرفی بگیریم، و خود ما هم حداقل بتانیم هم کارفرما باشیم و هم کار بکنیم. نتیجه که ما از پروگرام کابل گرفتیم این بود که محصلین ما تانستن که بعد از او روحیه خوبی را بگیرن، حداقل از فیسبوک ها و اینا دست بکشن، دست به کارهای عملی بزنن. نمونهشان ما داشتیم که تعدادشان با کسایی که دعوت شده بودن، یک تعدادشان بورسیه فولبرایت رفتم که نمایندهشان هم در اینجا هست، یک تعدادشان هم مثلا رفتن یک تیم جور کردن، کارهای خوب کردن و همین رقم پروژه گرفتن، نهاد ساختن. این خودش کارهایی بود که اونا آماده کردن، و تعداد هم ما داریم که تا یک تیم جور شدن که اینا انستیتوت ساختن و این خودش هم کورس ساختن که پروگرام هایی را بتانن هم برای جامعه مفید واقع شون، هم خودشان برشان یک کار ایجاد شون و کسای دیگر هم تشویق بکنن که به این کارا رو بیارن. 200 نفر که هست در واقع از ولایت مختلف است، حدودا ما نزدیک به 20 ولایت اینجا نماینده داریم و اکثرشان از بلخ شریف است، و ما ایرم یادآور شویم که اگر ما بتانیم
دوستا بازم همکاری جوانا، علاقمندی جوانا بیشتر شود. ما حاضر هستیم که در تمام ولایات این پروگرام ها را بگیریم و بعد از اینکه ما این پروگرام گرفته شده ختم نمیشه، بعد از او بازم ما پروگرام های بعدی را هم خود داشتیم برای جوانا به اون روز برشان معرفی میکنیم که چی پروگرام های را به خاطر ادامه از این پروگرام ما داریم، بعدا انشاءالله اعلام میشه. سلام، منصور دریابی هستم و دلیلی که ما در این برنامه اشتراک کردم، ما قبلا هم در ایمین اشتراک کردیم در آمریکا و در می خود کابل هم ارگانیزر بودم و فکر میکنم یک از بهترین برنامه هایی است که میتونه نکی جوان ها را از تمام ولایت در کنار همدیگه بیاره و اونا را به همدیگه معرفی کنن. امی که نفس امی که جوان ها بتونن که گپ بزنن یاد بگیرن و بتونن که وقتی یک مشکل دارن در دنیا یا در افغانستان امی مهارت را پیدا کنن که اونمور به گوش دیگرها برسانه و به دنبال راه حل باشه، نه که فقط دنبال این باشه که دیگرها برشان تصمیم بگیره و یک راه حل ایجاد کنه به مشکلات و این را یاد بگیرن که اونا هم هر صدایی را که میکشن و هر تصمیم میگیرن مهم است و میتونه تغییر در دنیا ایجاد کنه و این یک برنامه همیشه بهترین زمینه است که اینا یاد بگیرن که داینده بخیر در موقعیت های قرار بگیرن که بتونن خودشان امی تصامیم باز عملی کنن و راه حل برای مشکلات پیدا کنن. رحمان رحیم، روح الله حقجستم، فارغ از دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ و یکی از اشتراک کننده ها در برنامه کنفرانس بین المللی شبه‌سازی سازمان ملل متحد. هدف این برنامه که چقدر میتونه همکاری یا کمک بکنه به خاطر ارتقای ظرفیت و جایگاه همه جوان ها و همه ظرفیت ها در جامعه و خصوصا در ولایت بلخ، این ما به فعال نیک میگیرم، چون یگانه برنامه ای که در سطح بین الملل است، البته هم ملی هست و هم بین المللی هست، در اینجا نخبه ها جذب میشه و بر اساس آجنده برنامه که ندارن شبیه سازی سازمان ملل متحد است که گویا مثلا در اینجا نماینده های مختلفی از کشورهای مختلف در اینجا برگزینده بشه و چالش ها و نقاط ضعف و قوت از این کشورها در اینجا ابلاغ میشه. بنابر از امو وقتی من من حیث یک نماینده یکی از کشورها در اونجا انتخاب میشم، این برای من غرور ما را تثبیت میکنه که من میتونم و برای خود این جرأت و جسارت دادم که بتونم نماینده یکی از کشورها باشم و به نمایندگی یکی از کشورها در اونجا چالش ها و خلاصه نقاط ضعف و قوت بیان بکنم تا بتونم از طریق ازی به مو هدفی که دارم برسم. از نظر ما اگرچه خو ما در سطح عادی شگه فکر بکنیم، من چون یک آدم عادی هستم میتونم در حد امو ظرفیت خود، جایگاه خود و امو چیزی که دارم، ظرفیت هایی که دارم، این را تحقق ببخشم، کوشش بکنم. این کار جمعی هست، کار فردی نیست. اگر با ما همکار بودن دوستا، همکارا و در سطح بین الملل، در سطح ملی، اگر سیاسیون ما در این قبال اگر نقاط، اگر هدف نیک داشته باشه، انشالله همه چالش ها از بین میره و در اینجا من نتیجه زیر مثبت میبینم و انشالله اگر افغانستان آباد و آزاد و سربلند خواهد داشت.